مهربانیران با پرنس علی پهلوی هستیم. همونطور که میبینید در زمینه‌های مختلفی میخوایم گفتگو کنیم و از امکانات وسیعی هم داریم پخش میشیم. کانال 99 تیوی پرسو فرانسه، FM 952 FM، مهرتیوی.com و پرژین CNN.TV. شب هم از ساعت 23 به وقت پاریس با پرنس علی پهلوی خواهیم بود در استودیو رادیومون کنار برج ایفل. الان در شانزلیزه هستیم، خیابون شانزلیزه 66 برنامه میریم. تا جای رسیدیم پرنس علی پهلوی که شما 18 ساله هستید، یعنی از 7 سالگی، یک سال پس از کشته شدن پدرتون. بله. شما محمد رضا شاه با مادر دیگه میاره ایران. بله. میاین ایران هستین و بین 7 سال تا 18 سال چیکار میکردین؟ بین 7 سال و 18 سال خب رفتم مدرسه، زیاد مهم نیست، یعنی همچین خبرایی نیست، میرفتم مدرسه و زندگی عادی، درس میخوندید و اینا. درس میخوندید خود در ایران؟ در ایران. درست؟ همش در ایران. و این دیپلمم در دبیرستان رازی میگیرم. خب و بعد میرم امریکا. چند سال هستین میرین امریکا؟ 20 ساله. بله. و اونجا هم سپیریتویلتی، عرفان و سایکولوژی، چی میشه به فارسی؟ روانشناسی رو میخونم. و وقتی برمیگردم ایران میبینم که همه جا فساده. آفرین. همه جا، یعنی از بالا از خود دربار گرفته تا پایین سیستم فسادیه. و وقتی میرم روی زمینا میبینم که نه دادگاه کار میکنه، نه ژاندارمری کار میکنه، نه پلیس، اینا همه باجی شدن. یعنی شما یه دهقان، رشوه، شما یه دهقان باشین، پول نداشته باشین، حتی چیزهایی که دولت مجانی میداد مجانی به مردم نمیرسید، رشوه میگرفتن. و بعد از 2 ماه که رسیدم سر زمینام، در 20 سالگی هر صبح که میرفتم سر دفترم 400-500 نفر جلو درم بودن. همه شاکی. تا از مشهدم میومدن. من گرگان بودم دیگه. از همه جا و حرفشون همشون یکی بود که ما هر کار میگنیم به دانمون نمیرسن. شاخون انصاف گذشته، دادگاه گذشته، پلیس گذشته، جاندارمری گذشته، ولی نمیرسن. شاهکار خودش انجام داده. بله. ولی زیر دستا نمیکنن. و شما 20 سال دارید. بله. چه سالی بود علی جان اون موقع؟ الان چند سالتونه؟ الان 62 سالم. الان 62. اون موقعی که میگیم 20 سال، 42 سال پیش. 42 سال پیش. 42 سال پیش. یعنی شاه خانه انصاف گذاشته، پلیس، ژاندارمری، بازرسی شاهنشاهی و غیره و غیره. بله. و امکانات و رفاه برای مردم. بله. برای کشاورزان، برای کارگران. بله. ولی این زیر دستا اونطور که باید اینو به مردم نمیرسونن. نمیدونم. و البته من میتونم فقط روی منطقه خودم بگم. گرگان بودیم. گرگان. اونجا یه تیمسار مزینی بوده. درست. که رئیس نظامی منطقه بوده. درست. و این یه نوع مافیایی درست کرده بود با دوستاش. و اینها تا مثلا میخواستن یه راه برای زارهی که مثلا یه تیک زمین کوچولویی داشت، این راه میباید مجانی دولت واسهش بکشه، برای اینکه قانون بود و این پول میگرفت. میخواست چاپ بکنه، مجانی بود، این پول میگرفت. این رشوه هر جا و هر طور که بگین میگرفتن. و مردم بیزار بودن. من یه نامه نوشتم به شاه، همه رو گفتم. بعد از 2 سال که خوب دیدم ها، یعنی همچین سبکم نگرفتن، یه رفتم تو کار، دقیق رفتم تو، دیدم که این همه نمیشه. یه نامه خیلی مهمی به شاه نوشتم، یعنی چند صفحه به شاه نوشتم. چجوری شروع کردی نامتو؟ مثل یه فایلی. نه، گفتی شانشار، یامر، عمو جان، محمد رضا شاه، با چی شروع کردی؟ یادم نیست. خیلی جالبی اگه یاد دیاد. یعنی اون موقع با شاه شما صحبت میکرد؟ علا حضرت. نه، با شاه نمیبود، عمو این چیزا نبود. نبود، نه. نه، فقط علا حضرت. علا حضرت. با. مثل واسه بقیه. درست. و حتی شعبان و فرح اینا همه میگفتن و میگن علا حضرت. حالا اون دیگه نه، فرح میگفت مهدی. مهدی میگفت؟ به شاه میگفت مهدی. چرا مهدی؟ یا مهدی، نمیدونم. بگیم محمد رو کوتاه میکرد. آره. مهدی. 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 مهدی.
ولی جلو جمع هم همینو میگفت. آخه جمعی که من توش بودم دوستای خیلی نزدیکشون بود. محمدی، محمدی نمیگفته؟ نه، مدی. 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 مثل اینکه، اونطوری که یادمه ها. بعد شاه به فرج چی میگفت وقتی صداش میزد؟ یادم نیست. بدونی؟ نه، چیز نمیگفت. شاه زیاد حرف نمیزد. حرف نمیزد. اونجا بود و یه عده دلغک داشت که میخندوندنش، ولی خودش زیاد حرف نمیزد. حرف نمیزد. گاهی گدار یه جوکی میگفت مثلا. یه جوکی میگفت ها؟ یه جوکی در میکرد و بعد میرفت ورق بازی. با عدل و خاتم و ایادی و یه عده دوست داشته میرفتن پوکر بازی میزد. پوکر میزدن. مثل اینکه پوکر بود یا نمیم چی. سر پول یا نه؟ نمیدونم. علی تو اونجا بودی میدیدی اینا؟ از دور میدیدم ولی دیگه زیاد نزدیک نمیرم. تو با خود شاه هرگز یعنی مشکل نه شاه رو اون دفعه هم گفت یعنی هم گفتی شاه رو دوست داشتی، یک آدم وطن پرست میدونستی که میخواد به مردمش خدمت کنه. ببین برای من شاه دوتاست، یکی اون کسیست که یه رفتار خیلی ناجوری با من داشت، یکی اون کسی بوده که میخواست وطنش رو پیش ببره. یعنی من ایراد از اون شاهی که برای مملکتش کار میکرد ایراد نمیگیرم، از دربارش ایراد میگیرم و از فرح. برای اینکه این فرح، من میگم که ایران دو تا آدم بود بد بودن واسه ایران، یکی خمینی یکی فرح. و فرح خمینی رو آورد. چرا؟ برای انقدر فساد کرد تو این مملکت که زمینه را آماده کرده برای اینکه آدم بتونه بیاد یه انقلاب روش بسازه. فسادش مثلا همون جشنهای هنر شیراز و مثلا اینا منظورته؟ بله. آره. و دوستاش، من تمام دوستاش معاصره کرده بودن دربار رو و میگرفتن کنترا، میگرفتن چیکار میکردن، ای به دوستاش چیز میداد دیگه، توانایی هایی میداد که زیاد دموکراتیک نبود. ولی خب نامه رو میگفتی، شما یک نامه نوشتی به شاه. بله. بعد از اینکه مردم بهت مراجعه میکردن. بله. مشکلات داشتن. بله. دوستان عزیز اینجا باشید، ما فیسبوک رو باید هواشون داشته باشیم، فیسبوک منو یک درود بهشون بفرستیم، اینو بفرستیم رو فیسبوک که لایو هم میتونن ببینن، اینو هم ببینن. بعد داریم دنبال میکنیم، با پرنس علی پهلوی هستیم دوستان و یاران مهمان. بله پرنس علی پهلوی عزیز، شما نامه نوشتید به محمد رضا شاه. بله، البته این نامه هیچ وقت من جوابش رو ندیدم. ولی نامه رسید بهش، مطمئن هستی؟ حتی هم نمیدونم رسید یا نه. چی نوشتین در این نامه؟ فقط چیزایی که اتفاق میافتاد بهش نوشتم. شرطی؟ که این اگه ادامه پیدا بکنه مسئله میاره. ها، مشکل ایجاد میکنه. آره، برای اینکه خیلی فساد زیاد بود. خب. و جواب نیومد و سال 1975 منو دستگیر کردن به عنوان کمونیست. که شما کمونیست نبودی؟ به هیچ وجه. یعنی سال هزار چه مدتی از ارسال اون نامه به محمد رضا شاه میگذشت؟ سه سال. تو این دو سال سه سال؟ نه کمتر، دو سال. یعنی تو این دو سال دیدن شما روبل هستی، میخوای به شاه نامه بنویسی، اطلاعاتی بدی که نداره؟ یعنی یک آگاهی هایی داری به شاه میدی که نداره، نمیدونه. بله. نامه رو نوشتی، نامه که میرسه پاسخی دریافت میکنی، دو سال بعد از اون برای شما پاپوش درست میکنن که دستگیرت. بله. به نام کمونیست. به نام کمونیست و منو میبندن توی زندون اوین. حالا اینجا علی جان وقتی که این پاپوش ساخته شد، چون میدونید که همیشه جو خودتو پسیکولوژی خوندی، یه جو روانی پیشا پیش میسازن که اینها بتونن موفق بشن در این کارش. در این جو روانی که اینها ساختن، دستگاه امنیتی ساختن دیگه، نه همون دستگاهی که در گرگان بودن، بیشتر فکرم خیلی بالاتر رفته. من فکر میکنم یه حلقه بوده نظامی دورشا. خب این حدس منه ها. درست. که توش نصیری بوده و یه عده‌ای بودن، اینا شاه رو نگه می‌داشتن و در عوض شاه مجبور بوده گاه گدار بینه حالی بده، چشماشو ببنده، نگاه نکنه که چه کار دارن میکنن.
این مثل همیشه، مثل الان، مثل همیشه. آره. و این مجبور بود، برای اینکه اینا نگرش می داشتن. و چون که رفتم من با این نگاهم روی کارهایی که می کردن اینا رو انگولک کردم، فکر می‌کنم که گفتن این واسه ما پاپوش درست میکنه. باید ترتیب شد. آره، ترتیب شد. اون وقت از اون طرفم توی منطقه‌ای که بودم، والعزت غلام رضا، اشرف، تمام اینا 20,000 هکتار داشتن. زمین زیاد داشتن. و من سم دهقان را از 7 تومن پوتی رسوندم به 75% درآمد. و فکر می‌کنم که نمیدونم، ولی فکر می‌کنم که این غلام رضا و تمام اینا هم رفتن گفتن این کمونیسته. به خاطر اینکه تو به مردم رسیدی از دو طرف بهش رسیدی، که تو تئولوژی خونده بودی بیشتر میتونیم مثلا بگن که عرفانی فکر میکردی تا مارکسیستی. اصلا من مارکس رو خوندم، مردی که گوه میگفت باز یه چیز درست میگفت، مردی که یه بورژوا بوده، کلفتش رو ترتیب میداد، اصلا یه بورژوا بوده، بعد یه چیزی درست کرده واسه مردمان دیگه، واسه خودش که نبود. شما این از کلش در بود. دیدیم دیگه شوروی چی شد، کجا کمونیست گرفت و خوب شد. راست میگی، راست میگی. جالبه دوستان عزیز، رسید ما چند دقیقه بایستی قطع و وصل بکنیم. ناله. که فیسبوک همزمان ما رو داشته باشن. باشه. پوزش میخوام که اگه وزخته صحبت شما رو قطع. پایش. خب حالا اینجاست که نکته اصلی مسئله پرنس علی پهلوی و زندگی شروع میشه، همین بازداشت شما و اتهام این که شما کمونیست هستید. بله. و بعد رابطه شما با حجت که یک رابطه دوستی. بله. بوده، ولی گویا برنامه‌های دیگه اون داشته که شما خبر نداشتین، ماشینتون رو قرض دادن نداشته. جریان حجت چطور شد که حجت مجبور به تیراندازی شد و درگیری به وجود اومد؟ اصلا چی شد جریان حجت؟ حجت یک فرد تنها. در مورد حجت اولا بگیم کی بود، حجت چی بود؟ بهمن حجت کاشانی پدرش نظامی بود. بله. کلونل ارتش ایران بوده، مشروب خور بوده پدرش، زنش رو کتک میزد، بهمن هم کتک میزد وقتی بچه بود. تنها بچهش بود؟ نه، مثل اینکه دوتا خواهر داشته با یه برادر، ولی این بهمن رو کتک میزد. کتک میزده بهمن؟ برای که از مادرش دفاع میکرد، بچه بود. و بهمن رو با کمرمند کتک میزد. آفرین. ببینید داره علی روانی جریانات تاریخی، مسئله روانی، چون روان پزشکه، داره این مسئله روانی رو مطرح میکنه که حجت چرا حجت میشه، چرا درگیر میشه. داره از نظر روانی درگیری داخل خانوادگی به عنوان متخصص روانشناس پرنس علی پهلوی مطرح میکنه. دوست عزیز توجه کنید. بله. و این مادرش هم قرآن خون بوده، یعنی تنها چاره مادره، و اینکه خیلی بدبخت بوده، هم شوهره میرفت با خانمبازی، هم مشروب میخورد، هم کتکش میزد. این تنها جایی که داشت قرآن بوده. این بهمن هم میدید که جای پنهان شدن قرآنه و حکومت، یعنی پدر، نادله، زورگوه، و نفرت پیدا کرد واسه پدرش، ولی نمیتونست، برای که اکثرا آدم نمیتونه با پدر یکی به دو بکنه که. درسته. دقیقش. بزرگ که شد، حکومت شد دشمنش. چون یک بخشی از حکومت بود پدرش، یه نوع و خودش یه حکومت خانواده رو داشت دیگه. و این بهمن بدون اجازه ارتش ازدواج کرد با یه خانوم، مثل اینکه خانوم امریکایی بوده. مگه بهمن باید اجازه میگیره؟ و اینکه توی ارتش نیرو هوایی بود. تو هلیکوپتر بوده، بدون اجازه، مثل اینکه ازدواج میکنه، و چون توی هلیکوپتر بوده و چیز خیلی حساسی بوده برای ارتش، اینو زندونی میکنن. چون اون موقع ممنوع بود نیروهای نظامی، نمیتونه. حتی با یک ایرانی میخواستن ازدواج کنن، میباید زندگی نامشو میدادن ببرن. دقیقا. که این اجازه باید میگرفت. آره. اینم مثل اینکه بهمن اون جریان پدرش بهش میاد، زور میگه میخواد زور بگه به دولت، دولت هم بهش زور میگه دیگه، میندازتش زندون قصر. اونجاست که من باش آشنا میشم، میرفتم خسرو جانبانی رو ببینم. که اونم شاه زندونی کرده بود، برای اینکه شهناز
دخترش را نگرفته بود و شاه به خسرو یه پرمیسیون 15 روزه داده بود که بره پاریس شهناز رو ببینه. این اصلا ایران بر نگشته بود، یعنی فراری شده بود که بعد برمیگرده شاه میکنتش زندون قصر و این بهمن توی سلول خسرو بود. بهمن کی میگیرنش؟ همون موقعی که ازدواج کرده، همون رو مسئله ازدواج میگیرنش. هنوز سیاسی نیست، هنوز سیاسی نیست، سیاسی هیچ وقت نبوده، فقط موضوع اون بوده. و بهمن شروع میکنه به قرآن خوندن اون موقع در زندون. من هم از امریکا میومدم، البته زن بودیسم خونده بودم، تاویسم خونده بودم، تمام ادیان و خیلی تو بودیسم بودم اون زمان. این بهمن هم به من میگه تو که انقدر تو عرفان هستی چرا نمیگی قرآن رو بخونی وطنی؟ من هم میگم خب حرف حسابه دیگه، میرم قرآن رو میخونم و میگم به به چه کتاب فوق‌العاده‌ایه و مسلمون میشم، برای اینکه مسیحی بودم مسلمون میشم و شروع میکنم نماز خوندن و روزه گرفتن و همه چیز سره. بعد بهمن میره سر زمینای خودش، من سر زمینای خودم. زمینای بهمن هنوز که بهمن تو زندانه داره میگی؟ از زندون که میاد بیرون. چقدر زندانی کشید؟ 2 سال. شما هم از امریکا میای، اون 2 سال زندانی کشیده، میرین سر زمیناتون. آره. اجازه بدین فیس پرنس علی پهلوی هستیم و رسیدیم به جایی که اینا همه بعدا و هم وصل میشه و هیچ ایرادی نداره. رسیدیم پس به اون جایی که حجت بهمن هم 2 سال زندانی میکشه میاد بیرون. میاد بیرون. خب شما رابطتون با ایشون چجوری ادامه پیدا میکنیم؟ از قبل هم میشناختین؟ از همون 2 سال پیش. قبلی که بره زندان؟ نه نه، فقط در زندان باش آشنا شدم. که خسرو جانبانی با من دوست بود. خب و میرفتم به دیدن خسرو. ها میرفتیم دیدن خسرو تو زندان. آره. اونم هم سلولش بود. خب بهمن. و همین طریق ما با... هنوز شما رو دستگیر نکردن؟ من هنوز نه. هنوز دستگیر. خب دو سه سال قبل از اون. یعنی شما میرفتی زندان به دیدن این زندانی جهانبانی. بله. اونجا با بهمن آشنا میشی. بله. خب و خب بعد از 2 سال که این آزاد میشه، خب این میره سر زمیناش در راه زنجان. من هم گرگان، گاه همدیگر رو گاه گدار تهران میدیدیم، هر 5-6 ماه یه دفعه مثلا. و یهو منو میگیرن. رفته بودن به دیدن بهمن رو زمیناش. کی رفته بود؟ شما آه. با خانومم و بچه هم. بچه چند تا بچه داریم شما؟ اون موقع 2 تا داشتم، حالا 3 تا دارم. 3 تا بچه دختر پسر؟ 3 تا پسر. 3 تا پسر. و بهمن میره زنش رو میگیره، بچه هاش رو میگیره، میره کوه. میگه تو اگه بتونی بمونی تا موقعی که کسی بیاد به این اسب داشته به اسبا برسه تو برس. گفتم خیلی خوب. خودش ولی رفت کوه؟ رفت کوه با زن و بچه. عادت داشت بره کوه؟ نه، هجرت کرده بود. گفته بود این اجتماع ایرونی الان فاسده، برای همیشه رفت کوه. میخواست برای همیشه کوله بوشتیشو بس بره کوه. آره دیگه، رفت دیگه که دیگه بر نگرده. چی کار کنه آخه تو کوه؟ میگفت من دیگه با این اجتماع شاه که انقدر فاسد شده دیگه من نمیخوام بمونم، میرم. آقا تو کوه که بره خوردن خوراک زندگی چیکار؟ حاضر بوده بمیره. ها رفت بمیره، رفت خودکشی کنه، یا بمیره یا خداوند مثلا بهش برسه یا همچین چیز. بهمن یک کم چیز بوده تو. یعنی اختلال حواس داشت؟ نه، یک کم نوروزش بالا بود. بالا بود آخه وقتی یکی میگه میرم کوه و آقا خودشو قربانی کنه نرمال نیست از نظر. نه نوروزش خیلی بالا بود. باهوش بودا، آدم باهوشن که روانی میشن. آره، ولی خب یه حالتایی داشت که و آدم یه نوع عصبانیت داخلی داشت. روی خودش خیلی زور داشت، نشون نمیداد، ولی عصبانیت مثل این که بابت پدره بوده. هنوز اون تو بوده، یه زوری بهش میداد که میتونست مثلا زیاد قوی نبود ولی میتونست خیلی قوی بشه با اون عصبانیت. و این میمونه اون بالا و که بعد میفهمی که این اومده پایین و یه عده رو کشته و رفته تهران، که البته ساواک خواهد به من گفت، من اینا نمیدرسم،
که پدرش رو بکشه، پروفسور عدل رو بکشه، پدر زنش و شاه رو بکشه. پروفسور عدل پدر زنش بود؟ آره. با زنش هم مشکل داشت یا نه؟ نه، زنش که خیلی چیز بوده، اونم میخواست بمیره باش. آره، خیلی مسلمونای خیلی تیپی خمینی. آه. یعنی اسلام افراطی شده بود، اسلام افراطی. آره، اسلام نبود. و من دائما واسش آیات قرآن میوردم که این دین سلجوانه است، جنگجو نیست، مردم جنگجوش کردن. ولی شما اصلا کلمه اسلام رو بگیرین یاد بازگشت به سلام. یعنی شما با بهمن بحث هایی داشتید که اون رو سر عقل بیارید؟ آره دائما. اینا رو سابق نمیدونست؟ چی میدونم؟ آه. ولی شما همیشه سعی میکردید که اون رو سر عقل بیارید، پونت های مثبت دین رو بهش بگید. حتی هم وقتی خواست بره کوه، من بهش گفتم بهمن تو میخوای بمیری واسه تو راه خدا، بیا بریم مکه پیاده. یه شانس در دو که بمیریم تو راه، ولی تو کارهای ضد دولت نکن. حتی زده بود کارگر خودشو کشته بوده. کارگرها شد. خب این روانی بوده. این روانی بوده. روانی بوده و روی خب من شما هم خبر نداشتی؟ من خبر نداشتم. یک دوم، من در اسلام تازه وارد بودم. یه نوع عقده داشتم که دیگران در ایران اسلام رو از من بهتر میشناسن. و البته کارهای بهمن من تو قرآن نگاه میکردم پیدا نمیکردم، ولی شک رو به خودم میگم. از آیات قتال زیاد داریم تو قرآن، خیلی زیاده. آره، در مورد کشتار و آره جنگ. آره، ولی قرآن چون تو همش نخونده. نه، من قرآن 40 سال خوندم. اون چیزایی که میگه بکش در صورتهای خیلی مخصوصیه. سوره توبه که در مدینه. حالا روی قضیه نمیخواد بحث کنیم، روی بحث ایدئولوژیکی نمیخواد. ولی خب پس بهمن آدمای خودش چند تا رو میزنه میکشه. میکشه، میره تو کوه دیوانه شده، بعد میخواد بیاد پایین بره عدل و اینا رو بکشه. بکشه که میره دیگه. میره. البته من این چیزا رو نمیدونم. چون نمیدونستی؟ من تو خونم بودم که سال 75 که صبح، یه صبح بیدار میشم میگم که تمام خونم محاصره است. ژاندارمای کماندو با جسه و یه درجه دار میاد میگه که آقای بهمن حجت کاشانی کو. میگم چه میدونم تو کوه، هیچی نمیگه. و فقط میگه میدونی که آدم دو سه تا آدم کش، من از کوه میفتم. که البته میدونستم بهمن از این کارا میتونه، ولی نمیدونستم کرده. که هیچی، بعد از یکی دو ساعت میان منو میگیرن. آره، میبرن ژاندارمری خرمدره. از اونجا، از این شولت های ژاندارمری آبی سفید که داشتن، منو سوار اون میکنن با آژین میبرن تهران. تو راه، تو بیسیم که صحبت میکنن، میبینم که اینا فکر میکنن بهمن رو گرفتن. من میگم نه، من علی پهلوی هم. که اینا میگن آه، پس شما رو میبریم پدو. پدو کجا بوده؟ پدو یه ویلای بوده جاده کرج که با ماشین ژاندار میریم اون تو. بعد از نیم ساعت یه پیکان میاد با 4 تا جوون سواک. یه ساک سیاه، کیسه سیاه دور سرم میکنن و کلم میکنن زیر صندلی پیکان عقب. دوباره که رفتیم، حالا من نمیم کجا داریم میریم. شبم شده، همینجوری میریم توی صدای ماشینه. ولی منم بعد از شاید یه ساعت میرسیم توی ویلا، صدای این شن زیر زیر لاستیکا میاد. میبینم که توی باغ رفتیم دیگه، آسفالت نیست. و وارد که میشم، میگم وارد یه خونه شدیم که تمام اتاقا توش از این تخت خوابایی که باز میکنه پر از این تخت خواب بود، شاید 50 تا تخت خواب. یه آقایی میاد، اسمش چی بوده، میگه که کار شما الان دست اعلیحضرت و تیمسار نصیری دارن بابت شما تصمیم میگیرن، ولی حتما شما فردا صبح آزاد میشه. گفتم خب من چیکار کردم اینجا؟ ما نمیدیم عمو جان. میگم عمو جان گو خورده، من کاری نکردم. و واقعا عصبانی میشم. تو خودم میگم این مردی که این کارو کرده گو خورده. چون نمیدونی چی به چیه.
چون بیخبری؟ من هیچ کاری نکردم. تازه نمیدونی هم که حجت چه کار کرده. هیچ، میدونستم دیوونه است ولی نمیستم تا اونجا خواهد آدم نکرده. کشته. خیلی عصبانی میشم. به میگن قضا واسه تون گفتم نه، تا من ندونم چرا من اینجا قضا دیگه نمیخورم. اونم میگن به میلتون و فرد و صبحش که میگفتن مثلا آزادتون میکنند، فرد و صبح بردن اوین. اه شما صبح بودن. بردن اوین. نواده رضا شاه، پرنس علی پهلوی. که یکی از دوستاش یک خطایی کرده، در جریان امر نبوده، میره زندان اوین. بعد سال 1975. منو میبرن اون تو و یه زن... از این زنجیرها داشتن اونو از من میگیرن، میگم چرا؟ میگن که روزای اول زندونیا میخوان چیز کنن، خودکشی کنن، ما نمیذاریم. بعد یه چیز رو چشما میبرن، میذارن و میبرن توی نمیم کجا، ولی خیلی ساکت بوده جایی که میبرن. بعد دو طبقه میریم بالا، اونو تونستم بشمارم و منو میبرن توی اتاقی، در رو پشت من میبندن، بعد این چیز از روی چشمان بر میدارن. میبینم یه اتاقی یه سه تا تخت خواب داشت، یه پنجره داشت اون بالا نزدیک تاق و میله های اینجوری داشت و میله های اینجوری دو نوع میله داشت و هیچی. منو میبندن تو و بعد از دو روز تا دو روز به من نگفته بودن که چرا من اینجا گرفتم. و من گفتم شما باید قبل از دو روز هر زندونی باید بدونه چرا. چرا نگفتی؟ جوابشون هم بوده که شما کارتون با اعلی حضرت ما نمیدونیم، دستور میگیریم. بعد یه میخواستم نماز بخونم، جا نمازی نمیدن، قرآن میخواستم نمیدن، یه کتاب به من میدن، دموکراسی و کمونیسم، شما اینو بخونید. جلدش یه قسمتش قرمز بود، یه قسمتش سفید بود، رو سفید نوشته بود دموکراسی، روی قرمز کمونیسم. شما اینو بخون. مالی کی بود نوشته؟ کی بود؟ یادم نیست. دموکراسی و کمونیسم داشته باشین بچه ها. بر بگردیم با پرنس علی پهلوی هستیم، نواده رضا شاه. همونطور که میبینید به علی گفتم یک فوتوکوپی از رضا شاه داریم میبینید و یا هم پرشین تی وی که persiancnn.net dia.tv که در سراسر جهان ما رو پخش میکنه و شما دارید ما رو میبینید. با پرنس علی پهلوی امروز اطلاعاتی که رد و بدل میکنیم بسیار حساس است عزیزان من. مسائلی است که شما تا کنون هیچ نشنیدید و مطمئن هستم که براتون جالبه و خواهید دید که این اطلاعاتی که امروز شما دارید به دست میارید برای تاریخ ما، یعنی نگارش تاریخ ما هم بسیار حساس و حساب شده خواهد بود، تاریخ معاصر ایران. پرنس علی پهلوی، تا جایی که با هم ما صحبت کردیم که شما بازداشت شدین، دو روز از بازداشتتون میگذره، اعتراض میکنید و میگید که بایستی شما رو امکان بدن که از خودتون دفاع کنید. بعد چی پیش میاد؟ اقلکن بدونم چه کار کردم که اینا جواب نمیدن و شروع میکنن روزی 4 ساعت بله از من سوال میکنن، میبرنم توی اتاق دیگه روزی 4 ساعت بازجویی. 4 ساعت بازجویی که دو نفرن از من بازجویی میکنن، یکی تیمسار سجده‌ایه، یکی یه نفر دیگه بود که اسمش رو هیچ وقت نگفت و یه میزی بود توی اتاق، منو میوردن تو اون اتاق، چشمامو باز میکردن، اینا با یه ضبط صوت اونجا بودن 4 ساعت هر روز، این سوال میکرد، اون تموم میکرد، اون سوال میکرد و اینا فکر میکرد که من خیلی زبلم و اینکه اینا مطمئن بودن که من با رزوهای کمونیستی تماس دارم و چون تماس نداشتم اینا نمیتونن منو گیر بندازن. هی سوال بیشتر فشار میوردن که منو زور بکنن که یه چیزی بگم. چون تماس نداشتم با هیچ کس نمیتونستم چیزی بگم. درست. که بعد از 17 روز آخه سواک 5 فرقه بود. درست. که یکی از فرقه هاش میاد میگه که این بابای هیچ کار نکرده. آزادش بکنه. یکی که اطلاعات کامل داشت میاد میگه. که بعد از 17 روز منو آزاد میکنن. بنا بوده 6 ماه بمونم. تو زندون اوین. اقل لکن. بعد از 17 روز منو آزاد میکنن و
البته خونه نشینم میکنن دو سال بعد 17 روز. بعد از 17 روز میام خونه، ولی هر دفعه هر جا میرفتم میباز به ساواک بگم و جای اونجا وقتی میرسیدم ساواک منتظر من بود و همش زیر نظر ساواک بود. یه خفقان کسانی که میتونستم ببینم ساواک تشخیص میداد کیه یا کی نیست و همه چیز زیر کنترل بود. زیر کنترل. خب از این جهت خوب بود دیگه، اینا برای شما پاپوش نمیتونستن درست کنن، چون قبلم که شما رو گرفتن در رابطه با بهمن کاشانی به این خاطر بود که اینها اطلاعات نداشتن از قبل روی شما، یعنی شما شاید کنترل نمی‌کردن که ببینن شما با این بابا ارتباطی که اونجور باشه ایدئولوژیک نداری. یعنی اگه قبلا هم همین بعضی وقت این کنترل علی جان من فکر می‌کنم کمک می‌کنه به این که بعداً برای آدم دردسر نشه، چون وقتی کنترل بکنه آدمو اگر پیش از اینکه جریان بهمن کاشانی پیش بیاد مثلا ساوا یا هر نیروی امنیتی از دور تو رو کنترل میکردن میبینیدن که تو به تماسی نداری. درسته؟ حالا این هم همینطور، یعنی بعدن که شما رو کنترل میکردن برای اینکه دیگه مطمئن باشن که شما توی قضیه نبودید و کسی دیگه نمیاد با شما تماس بگیری که شما نشناسی، چه حتی ندونی که تا چه حد بیمار روانی مشکل داره، میخواد بره شما رو بکشه و غیره. البته، ولی اینجا دو تا نکته هست. یکی این که من عاشق آزادیم و هیچ وقت قبول نکردم یه کسی به من بگه چه کار بکن یا چه کار نکن، چه شاه باشه چه هر کی باشه. من بالا سرم فقط خداست، هیچ بالا سر دیگه ندارم و نخواهم داشت و نداشتم. یکی دو، شاه چرا شاه نیومد از من بپرسه؟ یعنی شاه هیچ دیداری با شما دیگه نداشت؟ نکرد. چرا نیومد از من بپرسه چرا این گوها رو تو کردی؟ خب شاید من اینقدر راپورت ها و گزارش های تندی داده بودم بهش که من با خودش فکر میکرده که تا اگه رو در رو بشه میزنی میکشت. نه شاه میتونست اینقدر ترسو که نبود شاه. من آدم ریغو بودم چجوری شاه رو بکشم که. نه این یعنی شاید یه هیولایی از تو ساخته بودن در چشمان شاه که با خودش میگفت مثلا همین که پشت سرش تو بارها گفته بود که شاه بی خود کرده من فرار کرده، تا تلفن با من حرف میزد. چون نکرد. آیا فکر نمی کنی که تو خودت هم در اون مقطع همین مسئله این که زود عصبانی می شدی خود همین هم یک مشکلی بوده که یک ترس بیهوده از تو داشته باشن که عصبانی بی خود می شدی یا خیلی زود عصبانی می شدی؟ نه من بهمن نیستم. من البته بهت بگم به تو حق میدم، چون تو هم تو زندگی از بچگی خیلی اذیت کشیدی. نه ولی من زود عصبانی نمیشم، فقط حرف پوک رو من قبول ندارم. حرف حق به من بگن من قبول دارم، هر حرفی حق باشه من قبول دارم. درست. منتها این باباها حرف حق نمیزن. من هیچ کار بد نکرده بودم، ضد هیچ کس نکرده بودم و خودشون اقرار کردن. این پنجمین ستون ساواک اقرار کرد دیگه. چرا شاه تلفن رو نگرفت به من نگفت که تو چرا این گوهکاری ها رو میکنی؟ نه ببینین، هر کسی مسئولیت خودشو داره. شاه هم مسئولیت، ببین مسلمان های ایرانی خمینی رو خدا کردن. درست. ما هم شاه رو خدا کرده بودیم و اینا فقط انسان هن که ما خدا میکنیم. خب این سیستم تاریخی ما بوده. آره. این سیستم. دوستان عزیز یه حالی به فیسبوکی همون بدین، دوبار میکنیم با پرنس علی پهلوی برنامه منو با نواده رضا شاه. مرسی بابا. میخوای اینجا بشینی؟ نه خوب آمدم. آره یه سری دیدم. باشه.
خب پرنس علی پهلوی دوست نازنین نواده رضا شاه، نواده رضا شاه شما اتیتالور بعد از 17 روز بازداشت آزاد میشی، زیر کنترل هستی. پوش میکنم عزیزم. بله، 2 سال زیر کنترل بودم و در این 2 سال میخواستم برم حج که شاه میترسید من برم خارج سکاندال بکنم، آبوکا بگیرم، چیزی بگیرم، میترسید دیگه. شاه به مثل ملا نبود، شاه از سکاندال خیلی میترسید. پس الان نگاه علی جان، خیلی با هم رفیقیم، دوست دارم. همین الان من گفتم شاه شاید میترسید تو رو به حضور نمیپذیره، تو گفتی نه شاه بود. نه از من، ولی الان تو خودت متوجه شدی یه ترسی داشت از اسکاندال، از هر چیزی، از اروپا میترسید. آره، از ترس داشت، از فرهنگ چه فکری خواهد کرد، خیلی میترسید. ترس داشت، برای ترس داشت. و گفتن که نه هیچ سفر نمیتونیم بکنیم، که من گفتم بس یه پاسپورت علکی به من بدین که به اسم خودم نرم، که دیگه نتونم داد و قال بکنم، خودم نیستم دیگه. ها، اینجا بود که بس اسم بله جعلی پیش اومد. بله، یه پاسپورت جعلی بوده، یه علکی بوده، فقط واسه یه سفر برای رفتن به حج. آره. خب که وقتی انقلاب پیش میاد، این رژیم جدید منو این اسمو پیدا میکنه، منو اینجوری صدا میکنه. ها ها، رژیم جدید بعد از دیگه میگه علی اسلامی. علی اسلامی. من نکردم. آها، این خواست شما نبود. نه. نیروی امنیتی زمان محمد رضا شاه برای شما برین حج به نام علی اسلامی شما پاسپورت. بله. خب بله. و فقط اینو گفتم که من، که خیلی‌ها میگن که این رفته اسم دیگه ای گرفته. آه. این خواستش علی نبود. به هیچ وجه. در قرآن ما داریم که بچه یتیم اگه اسم پدر رو بشناسین اسم پدر رو بدین، و اگه نشناسین خب اسم خودتون رو بدین. پس در اسلام خیلی مهمه که اسم پدر داده بشه. پس من که مسلمون دعاتشه بودم هیچ وقت نمیرفتم یه اسم دیگه بگیرم، چون خلاف قرآن بود. درست. ولی این باز فرح و باز این دربار پوسیده آلوده این کارا رو کرده. و بعد خب انقلاب پیش اومد و تقریبا تنها پهلوی که موند ایران من بودم، یعنی پهلوی که مهم باشه. درست. که همدان سلطنه مونده بود، بچه های حمید رضا مونده بودن، حمید رضا مونده بود، مثل اینکه همین، و اینا رو من به دادشون رسیدم. آره. چطوری؟ برای اینکه ببینید، شما وقتی یه زندون اوین داریم، این زندون اوین چی بوده؟ یه لولو خورخوره بوده، یعنی ساخته شده بوده برای اینکه مردم رو بترسونه، جاشون بمونن. یه ساواک خودش، این به منم گفتن ها، این عکس ساواک رو خیلی بدتر میکرد خودش، که بیشتر مردم بترسن، که مردم بترسن. وقتی منو کردن تو، بعد من گفتم توی رعیت ها، توی ایران پایین، این مثل بم ترکید. آره، یادم، من یادم، که علی پهلوی توی اوین حبس شده، و چون اوین ساخته شده بوده واسه ملت، نه واسه خانواده پهلوی. تنها بچه‌ای که تنها پهلوی که رفت اون تو من بودم. آه. پس مردم گفتن که خب بس این از ماست، برای اینکه این اوین رفت زندان. میفهمی چی میگم؟ این شاه منو ساخت، یعنی سیاستاً شاه با انداختن من در اوین از من یه سمبول درست، یه سمبول درست کرد خودش، من نکردم. که بعد همه دنبالم اومدن، خواستم با من حرف بزن، تمام اپوزیسیون. کیا مثلا؟ شاه نذاشت، ولی مثلا فلسفی میخواست با من حرف بزنه، بازرگان میخواست با من حرف بزنه، حله همه. ولی خب نمیتونستم، من که تو بازداشت بودم. و انقلاب که رسید، من شده بودم یه قهرمان واسه اینا، واسه بعضی از اینا. درسته، درسته. و روحانیت سر من دونس شد. آیت الله های عظما و یه روحانیتی که با چپیگری هیچ کاری نداشت، اینا پشت من بودن. انقلابیون و ملاهای چپی مثل خامنه ای،
تمام اینا منو با یه چشم بد نگاه میگرد. این امکان داره پهلوی ها رو برگردونه. سه سال تمام که من در ایران خمینی بودم، چهار بار گروهی که ضد من بود منو اوین کرد. چهار بار رفتی؟ چهار بار. و چهار بار آیت الله عظما و اون روحانیتی که میگفت شاید این به درد ما بخوره، من رو برد بیرون. اون کی بود؟ اونایی که تو رو میابردن بیرون کیا بودن؟ اون ورش خامنه‌ای بود، این ورش کی بود؟ رفسنجانی، آیت الله قمی، آیت الله مرعشی، آیت الله ملایری، آیت الله روحانی، تمام آیت الله های عظما. اون وقت حتی به من یه سمت هم دادن. چی؟ مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون، جالبه. و مؤمن آل فرعون داشته باشیم با فیس. پس حتی روحانیت انقلابی را هم شما دو شقه کردی. من نگه، خودش شد. خودش شد. خودش شد بابت من. ولی چهار بار شما بعد از انقلاب بازداشت شدی، رفتی زندان. آره. آخرینش چطور میشه که از کشور خارج میشی؟ بعد از این چهار بار باز نمیتونستم بیام از ایران بیرون. نمیذاشتن. ممنون خروج بود. ممنون خروج بودن. تا اینکه دو تا آیت الله عظما میرن پیش خمینی. میگن که این بابای فقط میخواد از ایران بره، بذاریم بره. اینم خمینی گویا، من ندیدم، چهار خط می نویسه میگه که این بابا رو بذاریم بره خارج. که رئیس اوین آقای اسمش چی بوده؟ آقای لاجوردی. این حرف رو داره، میگه که امام انقدر مهربونه که اگه فقط حرف اون بوده تمام پدر سوخته ها از مملکت میرفتن بیرون، ما نمیذاریم. حرف لاجوردی که باز من رو نگه میدارن. بالاخره سه روز قبل از دادگاهی شدن زیر نظر خلخالی، منو توی هواپیما سوار میکنن و میرن. اون گروهی که خلخالی میخواد شما رو دادگاهی کنه؟ آره. به عنوان فئودال. آره. که تقریبا حتم بود که منو میکشن. آره. که سه روز قبلش، من یه شنبه بود یادمه، با هواپیما سوئیسر با زن و بچه ها حرکت کردیم رفتیم. سه روز قبل از محاکمه که دیگه برنگرد. چه سالی بود؟ 1975. 75 نه، 85. نه ببخشید، 82. 82. 82 شما از کشور خارج میشید دیگه، بچه‌ها میای پاریس یا سوئیس؟ اول میرم نیس. نیس. مادرم، بعد از 6 ماه میام پاریس. مادر الان زنده است؟ نه. کی ما 1995 فوت کرد. 1995 مادر اون دست 15 سال. مادر چطور بود دوران پایان زندگیش؟ مادرم ببین خیلی این دربار خیلی لطمه زد بهش، اذیتش خیلی، خارش کردم، یعنی لهش کردم که تو هیچی نیست اینا، مخصوصا اشرف و شمس. مثل اینکه حسودم بودم و هیچی دیگه. ولی طور عجیب مادرم خیلی طرفدار شاه بوده، حتی با منم دعوا میکرد. مادر؟ آره. خب شاید شاه با مادر در تماس بوده. نه نه، در تماس نبود. نه علی شاه رو شاهی بوده دیگه، مادرم شاهی بوده، پیشکارش نمیشه کرد. خودتو هم الان اون شب که در رادیو با هم صحبت میکردیم حرفای جالبی زدی که خیلی تازه بود و نو، به ویژه در رابطه مثلا با کشته شدن و سقوط هواپیمای پدرت، همه فکر میکردن و میکنن که این توسط شاه بوده و خودتو گفتی نه. اینم نکته جالبیه. امکان نداره، به اینکه شاه و پدرم نه تنها برادر بودن، برادرهای خیلی نزدیکی بودن. و اگه پدرم میخواست یه کاری ضد برادرش بکنه در جریان مصدق، با تانک رفت تو خیابون جنگید، میتونست جای شاه رو خیلی آسون بگیره خودش. و اینا داداشش رو آورد. پس اینا نه، اینا اگه کسی پدرم رو کشت، من مطمئنم، حالا البته ندیدم، ولی اون چیزی که قلبم میگه محاله که شاه کشته باشه. چانه. آدم باید انصاف داشته. آفرین. این یکی نکته دیگه که گفتی که بعضیا فکر میکنن هر از چندی تو تا میای صحبت میکنی حرف میزنی، یهو فکر میکنن که پرنس علی پهلوی نواده رضا شاه بزرگ که شباهت هم میبینید به رضا شاه داره،
رضا شاهی که عشق ملت ایران هست، فکر می‌کنن که تو یک آمبیسیونی داری واسه شاهی، واسه وراثت پهلوی و غیره و غیره. در این مورد نظرت چیه؟ خب البته من بین 1954 و 1960 ولیعهد پتانسیل بودم. اینا فکرن که روی این پایه من میخواستم شاه بشم و من مجبور شدم توی هرالد تریبیون، توی رادیو لس آنجلس به فارسی و هر کی که از من پرسید، من گفتم من اصلا شاه بشم میمیرم، جای من نیست، جای من نیست، جای شاید جای کسی دیگه باشه، جای من نیست. من آدم آزادی هستم و شاه بودن چیز سختیه. یه فشاری میاد رو این بابایه که عجیب و غریبه و من این فشار نمیخوام. حاضرم واسه مملکتم کار بکنم ولی شاه بشو نیستم. این 100%. و گفتم همه جا و از من پرسیدن بس شاهیه، گفتم اگه پهلوی برگرده رضاست. یعنی اون رو رضا پهلوی رو وارث تاج تخت بگیم؟ خب بله، چون عموت دوست داری. نه، وارث تاج تخت مال پهلوی ها. شما میدین که هیچ سلسله شاه در ایران نرفته که برگرده. درست. در تاریخ، طول تاریخ. درست. امکان داره یه سلسله دیگه پاشه. ولی تو نظر محمد رضا شاه رو که پسرش ولیعهد کرده و بعد از اون که دیگه بچه دار خودش شد و اینا رو میپذیر و قبول داری که 100%. اریتیه سوادیزان سلسلوی. درصد من نیستم. تو نیستی. حالا هر کی میخواد باشه باشه، ولی من نیستم. و رضا باشه ما، واسه من هیچ اشکالی نداره. به من مربوط نیست. ملت ایران حاکم ملته. اگه ملت رضا رو بخواد کیه که بگه نه؟ آفر. چیکار میگی؟ منتها ملت باید بخواد. ملت خودش هم که بارها گفته اگه ملت 98% به جمهوری رای بده من خوشحالم. یعنی خودش هم باز حرف مردم رو میزنه، همینه که شما میگید. با پرنس علی پهلوی هستن عزیز، با پرنس علی پهلوی هستیم، نواده رضا شاه و فرزند علی رضا پهلوی که در یک حادثه هواپیما در سال 1955 جان خودش از دست داد. صحبت زیادی بود که توسط محمد رضا شاه کشته شده، ولی فرزند دلیرش که اینجا نشسته این رو تکذیب میکنه و میگه که رابطه پدرم با برادرش محمد رضا شاه خیلی خوب بود، خیلی دوستانه بود و هرگز محمد رضا شاه چنین کاری نمیکنه. به ما گفت علی پهلوی که مادرش، اسم مادر چی بود؟ کریستیان. کریستیان نیز علاقه و عشق و مهر خاصی به محمد رضا شاه داشت، شاه دوست بود. خود علی پهلوی به ما بارها امروز تاکید کرد، دفعه بعدم پیشم گفته بود که محمد رضا شاه انسانی بود که برای وطنش، برای میهنش، برای سرزمینش خیلی عاشقانه کار میکرد. ولی خب یک چیز طبیعی است که پرنس علی پهلوی از کودکی تا به امروز رنج‌های زیادی کشیده. رنج‌ها از هنگامی شروع میشه که مادرش غیر ایرانی هست و دستگاه‌های امنیتی و مشاوران محمد رضا شاه اینو نمیخوان بپذیرن و غیره، تا به امروز این مشکلات علی ادامه داشته. من از امروز که سهله، از همون دفعه پیش که با هم گفتگو کردیم، آرزو میکنم که علی پهلوی به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک میهن پرست لایق و خردگرا که حتی پاسپورت اسلامی هم که بهش دادن اون موقع به خاطر این بوده که بتونه سفر خارج از کشور بره، خواست میل خودش نبوده و ایشون به اسلام سیاسی هم معتقد نیست و معتقد هم هست و دیدید که گفت که بهمن حجت کاشانی افراطی بوده، از نظر روانی مشکل داشته، با اینکه پسر فهمیده بوده، اکثر فهمیده هستن که روانی میشن و تخصصش هم پسیکولوژی است. علی پهلوی تری زمینه متخصصه، چقدر متخصصان ارزش. حال با داشتن این به همه این گفتایی که امروز حرفایی که از علی شنیدیم که فردا هم یادتون نره، ما فردا هم با پرنس علی پهلوی در همینجا شانزلیزه برنامه داریم که مستقیم برای شما پخشش کنیم کرد که میتونید ما رو ببینید فردا نیز و فردا چند تا از دوستانم ما میان اینجا که دیداری داریم با علی جان و الی آخر. امشب هم ساعت 11 شب برنامه ما به زبان فرانسه با پرنس علی خواهد. اما نکته ای که در این چند سال اخیر مسئله شد، باز علی عزیز رو ناراحت کرد و عصبانیش کرد، اون انتشار کتابش بود. علی پهلوی تصمیم میگیره کتاب منتشر کنه، کتابش با سانسور مواجه میشه. کتاب رو کی شروع کرده علی جان بنوشتن؟ ببین این موضوع خیلی پیش از نوشتن کتابم شروع شد. من وقتی از ایران اومدم پول از ملت که ندزدی بودم،
اون پولی هم که داشتم ملا دزدیده بودن. بس وقتی اومدم فرانسه سنارم تو جیبم نبود، تو بانکم یک دهشی هم نداشتم، هیچی نداشتم، که رفتم کارهای خیلی پیش پا افتاده رو انجام دادم تا اینکه خبرنگار شدم. چه سالی خبرنگار شدی؟ 1984 شروع کردم تا 87 که درا رو بستن. با پاریماچ؟ با پاریماچ، با الکسپرس، با به نام علی پاتریک پهلوی. بله. آره یادم اومد، به نام پاتریک پهلوی. بله خب. و خوب داشت پیش میرفت. من واسه همونطور که گفتم واسه پاریماچ و الکسپرس و نوول ابزرواتور و یه عده ماگزین و روزنامه های دیگه مینوشتم و خیلی خوشحال بودم، برای اینکه ارزش خودم بود دیگه، والا ازت بازی نبود دیگه، پول نبود، فقط ارزشم بوده که داشت منو میبرد بالا نوشته هام و خیلی لذت میبردم از این. و در سال داشت پیش میرفت دیگه، داشتم واقعا یه خبرنگار میشدم، یواش یواش یاد میگرفتم. و البته پاریماچ به من یه معلم داده بودن که به من یاد میداد چجوری خبرنگاری بنویسم. خیلی خوب پیش میرفت و اینا تا سال 1987 نیوزویک یک اینترویو با من میکنه. نیوزویک صفحه آخرش میگه، یه صفحه اینترویو داشت که این مثل اینکه رضا و فره رو دیوونه میکنه. البته از نه از فره صحبت که هم نه از هیچ وقت من از این دوتا صحبت نکردم هیچ وقت، و اگر صحبت کردم به خوبی حرف زدم. یهوی به یهو تمام این روزنامه ها و مجله ها دراشون رو جلوی من میبندن و من نمیدونم چرا. جای تعجب، فکرش بکنید شما باز 5-6 نفر دا این کار میکنی یا همه چیز قد میشه بدون اینکه ربطی با هم داشته باشن، ولی همه با هم غذای دیگه غذای. ولی خب بعضیا سوسیالیست بودن روزنامه ها، بعضیا نه، اون همه غذا یا پد فاندانس. من اینو ببینم خب نمیرسم از کجا داره میاد، ولی میرسم که یه نوع توته هست دیگه، معلوم بود، ولی نمیرم کیه پشتش. میگم خب چیکار کنم نکنم، یه کتاب بنویسم دیگه، پول در بیارم، به که من دو تا سه تا بچه داشتم، یه زن داشتم، این باید برای اینا غذا بیارم، وظیفه من این بود. درست. یه کتاب مینویسم، باز حرفم راجع پهلوی نیست، اسلام و آینده. آیا کتابم موضوعش این بوده که آیا اسلام با آینده میتونه بسازه یا اسلام فقط یه دین گذشته است؟ به فرانسه. به فرانسه. الاسلام ای اسلام کونتر فوتور. اسلام کونتر فوتور. بعد سوتیتر هم داشت، لا گیر فینی سی وول وله. جنگ پایان جنگ اگر دوست دارید. اگر میخواهید. اگر. که این کتاب از توی کتاب فروشی ها جمع میشه. یه دست نامعلی. این کارت من فکر میکنم نمیکنم به خواندن پهلوی مربوط بشه، چون الان کلن در غرب تبلیغ اسلام کردن به گونه خصوصا تاثیر شخصیتی مثل نواده رضا شاه، تبلیغ اسلام کردن که بخوایم دوباره بیایم ارزش و والور اجتماعی بهش بدیم، نه ایمانی ها، ایمانی یه چیز دیگه است، ایمان مردم برای خودشونه، ولی بخوایم تو جامعه بیارمش سیاسیش بکنیم، این دوچار مشکل میشه، که این دیگه به خانواده پهلوی به فرعون رضا ربطی نداره. نه نه، این اتفاقا کتابمو خیلی فرانسوی ها خوب تحویل گرفته بودن که خود فراماسون ها خواستن منو ببینن. درست. نه نه، این فقط رضا و فرح بوده و دوستاشون. دوستا کتابی ها همه جمع آوری شد، یعنی فروش شد به اصطلاح. آره. رفت تا کتاب فروشی ها. خب. و من رفتم ببینم کجا، دیدم یه صبح دیدم مثلا کتابا رو جمع کردم. یعنی پولش نیومد یا مزون ددیسیون جمعش کرد؟ نه، مزون ددیسیون نمیدونست کجا رفت. خب باید پولش رو فروش کرده بود دیگه، پولش برگشت. نه نه نه، پولش رو دادن. خب. یا شاید هم مزون ددیسیون با اینا هم بوده، من نمیدونم دیگه. مزون ددیسیون چی گفت بهت؟ به من گفت که ما نمیم چی شده و کتابا قیبشون زده. آه. یعنی به سرقت بردن کتابا. 10000 کتاب. 10000 یا وجود نداره. خب اگه مزون اینجا علی خیلی مهمه. اگه مزون ادیشن اینو داده پخش کرده به کتاب فروشی‌ها، یا باید پول بهش بدن یا باید کتاب بدن.